در این تست بچه ها گفته در شکل مقابل توان مفید مولد حواسمون باشه هر موقع دیدی تو مدارتون یه مولده توان مفید مولد همون توان مصرفی مداره پس توان مفید مولد یعنی توان مصرفی کل مدار توان مصرفی آریه که اون که دوازده به ترتیب چند واته خب این مدار رو پای تخته میبینیم و با هم اونجا بررسیش میکنیم همونطور که میبینید بچه ها این مقاومت ها اولین کاری که میکنیم برای توان کل ما اول مقاومت کل رو پیدا کنیم توان مفید مولد گفتیم هم توان مصرفی کل مدار پس من باید مقاومت کل مدار حساب کنم نگاه کنید بچه ها الان این مقاومت دو سرش به مولد وصله این مقاومت هم دو سرش نگاه کنید به مولد وصله این هم به دو سر یعنی هر سه مقاومت موازیه. پس میتونم معادلشون رو پیدا کنم روش ذهنی بریم دوازده و دوازده با هم موازی ضربشون به جمعشون میشه شیش شیش هم باشی ضربشون به جمعشون میشه سه پس معادل این سه تا مقامات میشه سه آیم به دست بیاریم بچه ای به آره تیه به علاوه آره پس آیمون میشه شانزده به چهار سه به علاوه. یک میشه چهار میشه چهار آمپر خب حالا من میتونم توان مصرفی کل رو پیدا کنم که همون مفیدم هست میشه آر آی دو آرمون سه در اومد آیمونم چهار به توان دو شانزده میشه چلا هشت وات اما در مورد توان مصرفی اون یکی هم میتونم از ویدو آروم برم هم از آرای دو راحته ببین بچه ها این دوازده رو بدم یه سه این دوازده رو بدم یه سهم چون مقاومت این نصف اینا دو سهم ماله این میشه یه سهم یه سهم دو سهم چون موازیان مقاومت با جریان نسبت معکوس داره چند هست؟ چهار آمپره چهار آمپر بعد به چند سهم؟ چهار سهم میشه یه آمپر خب یعنی یه سهم یه آمپر از این میگذره توان این هم حساب کنیم چون فقط اینو خواسته بود پی یک ما میشه آرش دوازده آیش هم یک به توان دو میشه دوازده واد پس توان مصرف کل که همون توان مفید مولده 48 و توان مقاومت آر یکمون هم شد 12 بود گزینه ها رو با هم چک میکنیم همونطور که میبینیم گزینه چهار جواب صحیح ماست 48 و 12 وات جواب ماست در ادامه به های بعدی نگاه میکنیم که برای شما تهیه کردیم درود بر شما دوستای عزیزان رسیدیم به مبحث مغناطیس از ریزیک 11 شما سالی رو اینجا مطرح کرده ولی برای اینکه یه جمعندی خوب داشته باشیم من یه بار دیگه روابط و نکات این فصل رو براتون میگم بعد میریم سراغ حل این اول سوال رو نگاه کنیم میگه از یک سیمول طویل به قطر دو میلیمتر که در هر سه و 14 سانتی متر آن ده حلقه وجود دارد جریان دونی آمپر عبور میکنه یک ذره باردار به بار الکتریکی ده میکروکولوم با سرعت ده به توان چهار متر برسانیه از درون این میدان یک نواخت میدان داخل سیمولر روی محور یک نواخته تحت زاویه 37 درجه نسبت به خطوط میدان عبور میکنند. بزرگی نیروی وارد بر بار چند نیوتونه سینوس 37 رو داده و مصفرم که مقدارش داده با هم روی تخته یه اشاره به درس میکنیم با اینکه شما درس نمر خوندید یه جنبندی خیلی مختصر میکنیم که آمادگی داشته باشید بریم برای حل تست ما تو این فصل بحث مغناطیس اولین چیزی که به ذهن میاد آهن رو آهن رو با دارای دو تا قطب ان و اسه. خطوط میدان از یک قطب به قطب دیگه امتداد داره تک قطبی مغناطیسی نداریم عقربه مغناطیسی هم در حالتهای مختلف اینطور قرار میگیره یعنی اینجا ان اینجا, اینجا اسه، اینجا اینطور قرار میگیره اینجا اینطور قرار میگیره اینجا و اینجا به همین ترتیب درسته بچه ها؟ اینا طرز قرار گرفتن اقربه مغناطیسی این میدان مغناطیسی اطراف آهن رو با خب وجود داره اما اجسام دیگه ای هم یا ابزارهای دیگه ای هم میتونستن این میدان رو به وجود بیارن مثل سیم حامل جری مثل بار متحرک واحد میدان تسلاست تسلا واحد میدان یه واحد دیگه هم داره به نام گاوس که هر گاز ده به توان منهای چهار تسلا خب این میدان اطراف سیم راست که حامل جریان بود به شکل دایره های متحد مرکزی بود بچه ها. که مرکزشون سیم بود بعد برای تعیین جهت میدان انگوش شست میزشیم جریان چار انگوش ها هر طرف که میدان میخوایم الان مثلا سمت راست سیم میشه در سو زیر سیم میشه به این سمت سمت چپ سیم میشه برونسو بالای سیم میشه به سمت راست دیگه چی داشتیم؟ دیگه پیچه و سیم دوله رو داشتیم پیچه شامل چند دور سیم میتونست باشه شکلهای مختلفش رو اینجا کشیدم میدان در داخل اینا رو با چجوری جهتش رو تعیین میکردیم انگوش شست رو میذاریم جریان میبینید چهار انگوش رو خم میکنیم داخل پس این الان میدانش میشه به این سمت. یعنی اینجا میشه قطب N در داخلش مثل داخل آهن رو از S به N این از S N اینجا هم همینطور انگوش شست جریان چار انگوش به این سم یعنی اینجا قطب N اینجا S این B ما میشه خب میدان رو در داخل روی مرکز پیچه یا در از حلقه به این شکل داشتیم به بود موسف N I تقسیم مره دو آرم آر حلقه بود اگر سیملوله داشتیم بچه ها این سیملوله خب باز مثل همین اگه جریان معلوم بود مثلا رو به بالا انگوش شست رو جریان چار انگوشو رو خم کنید داخل حلقه این میشه میدان وقتی اینور میدانی یعنی اینجا قطبه اینه اینجا قطبه اسه میدان رو اینجا در روی محور که میدان یک نواخت بود بود چی بچه عین همینه فقط به جای دو ال میشه میشه موسف ان آی تقسیم بر ال این میدان مغناطیسی اطراف سیم راست اطراف یعنی در داخل و اطراف پیچه میدان سیم دوله این دوتا رابطه رو ما داریم که بچه های عزیز تجربی اینو ندارن فقط ریاضی هاست که دوتا رابطه رو دارن تجربی ها اینو دارن یعنی این رابطه سیم دوله رو دارن ولی پیچه رو ندارن حالا بعد حواسشون باشه که کدوم استفاده بکنن تجربیات دیگه با این رابطه کار میکنن این رابطه رو ندارن اما جهت ها رو هر دورشته دارن خب میدان کارش چیه کارش نیرو وارد کردن به چی نیرو وارد میکنه هم به بار هم به سیم نیرویی که به بار وارد میشد اف بود بچا کیو وی بی سینوس تتا Q باره F نیروه، V تندی حرکت باره B میدان بر حسب تسلا سینوس تتا زاویه بین V و B یعنی راستای سرعت یا تندی با میدان. نیروی وارد بر سیم F بی I L سینوس میدان جریان طول سیم زاویه بین سیم و میدان. بعد قاعده دست راست داشتیم که گفتیم چیکار میکردیم بچه این وی یا آی بود وی یا آی چار انگوش میگرفتیم بی کف دست اف هم که انگوشتش هست وی یا آی اگه سیم آی اگه بار وی بی و اف قاعده دست راست اینجا به کار میبردیم ازم بزرگ شما که دو تا قاعده دست راست داشتیم که برای تینه میدان بود که برای تینه نیرو بود ما گفتیم که میدان مغناطیسی هم آهنربا میتونه ایجاد بکنه هم سیم اگر یه سیم راستی به ما بدن حامل جریان باشه این میدان رو میتونیم اطرافش مشخص کنیم مثلا برای میشه درونسو این طرف این طرف میشه برونسو حالا اگر توی این میدان در اون سوه یه بار مثلا فرض کنین مثبت به این سمت حرکت کنه جهت نیروشو میخواد گفتیم چیکار میکردیم بچه بعد میگفتیم این V این B این F الان این V B داخل F یعنی بار رو به سمت خودش جذب اگه بار منفی بود خلافش رو میگیریم یا دست چپ میگیریم اینو چیزایی بود که ما تو رابطه هامون داشتیم دو تا رابطه برای میدان داشتیم دو تا رابطه برای نیرو داشتیم موارد دیگه هست که انشالله در ته کار براتون توضیح میدن حالا بریم سراغ اون تسته که براتون گفتم تسته چی گفته بود بچه من اطلاعاتشو بنویسم گفته بود از یک سیمدوله به قطر دو میلیمتر قطر سیمدوله رو داده قطرش به دردمون نمیخوره مینویسم خب گفته در هر سو یعنی طولشو داده بود سه و چهارده همه سانتیمتر تعداد حلقه هامون ده بوده به ازای هر سه و چارده همه سان... چار هم سانتیمتر چی داریم؟ ده حلقه داریم جریان عبوری هم گفته بود دونیم آمپر درسته؟ این باعث یه میدان میشه میدان چیه این بچه ها میدان سیمدول هم اینجا داشتیم ببینید این میدان سیمدول هست حالا این میدان اومده به یه بار الکتریکی که بارمون چقدر ده میکروکولوم کیومون ده میکروکولونه با تندی ده به توان چهار متر بر یا سرعت از درون میدان تحت زاویه سی هفت درجه نسبت به خطوط میدان بزرگی نیروش خواسته خب اول میدان رو از اونجا پیدا کنیم میدان رابطهش چی بود بنویسیم بله بگید بی شد مو سف ان آی به ال درسته این بیو من پیدا کنم بر حسب تسلا به دست میاد چهار پی زب در ده به توان منهای هفت این اونم گفته ده تا اینم گفته دو نیم طولش هم گفته سه مومه چارده سانتیمتر منهای دو خب بچه چیکار کنیم؟ این پی رو با این عدد بزنیم چهار تا دو نیم میشه ده ده با این ده میشه ده به توان دو یه منهای دو هم میاد بالا میشه ده به توان چند؟ چهار چهار با ده به توان منهای هفت میشه ده به توان منهای سه تسلا پس بیو پیدا کردیم حالا میریم سراغ چی بچه ها؟ نیرو نیرو بر بار چی بود بچه ها؟ F Q V B سینوس تتا خب کاری نداره؟ قرار میدیم F بار چند ده میکرو ده زبده ده دل تا منهای شیش زبده داره ویمونو داده بود ده به توان چهار نوشتیم بی هم در آوردیم ده به توان منهای سه و از اون طرف سینوس تتا مونم که سینوس سیاه هفت میشه شیش ده ده هزار در شیش ده هم اف مون میشه شش خب بگید این بایی میشه یک این هم میشه ده به توان منهای پنج نیوتون خوب بود ترکیب دو تا رابطه بود که قبلش براتون گفته بودم اینجور سوالای ترکیبی مهم من بچه ها گاهی اوقات میاد یه تیر دو نشون میزنه یه سوال مطرح میکنه ولی دو تا رابطه دوتا موضوع چند تا موضوع رو میخواد ازشون پس بریم گزینه ها رو با هم چک کنیم چه ضرب در تو منهای 5 نیوتن جواب ماست گزینه چهار بریم سراغ سال بعدی اقربه مغناطیسی رو نشون داده بچه که روی سیم و زیر سیم قرار داده گفته با توجه به جهت جریان معلوم کنید که اقرب مغناطیسی در کدام شکل نادرست نمایش داده شده خب اجازه بدید روی تخته من اینا رو کشیدم اونجا با قاعده دست راست براتون اینا رو توضیح بدم نگاه کنید این در از یکه این دو، این گزینه سه و این هم گزینه چهار خب به جریان کدوم برای بچه جریان از مثبت به منفیه این جریان اغربه رو زیر سیم گرفته یه بالای سیم نگاه کنید سیم از رو اغربه رد شده ببینید سیم از رو اغربه رد شده چون سیم معلومه روی اغرب است پس معلوم اغربه زیر سیمه نگاه کنید این جریان رنگش انگشتمو میدم زیر سیم زیر سیم کدوم سمته؟ آفرین به این سمت درست نشون داده پس این درسته گزینه دو جریان دوباره از اینجا اومده باز سیم از روی اغربه رد شده چون اغربه سیم روی اقربه مشخصه اینا قرار بدیم زیر سیم این وره. پس این تا اینجا نادرسته تا اینجا این نادرسته بریم اینا رو هم چک کنیم جریان از اینجا اومده خب انگوش شست رو بذارید این کجا سلام بچا این روی سیمه از کجا فهمیدم روی سیمه چون سیم زیر اقربه معلوم نیست میبینید اینجا سیم قطع شده انگار اقربه روی سیم قرار داره پس من شست شستو جریان زیر سیم میوره زیر سی میوره بالای سیم برعکس میشه یعنی میشه به این سم پس اینم درسته یه بار دیگه بگم یه بار دیگه بگم انگوش 60 رو میذاریم جریان چار انگوش رو اگه این سمت قرار بدیم زیر سیمه درسته بچه ها چون زیر سیم قرار اما بالای سیم درست برعکس میشه میشه به این سمت پس این درسته اینجا هم همینطور این جریان از این طرف نگاه کنید اگه اینو جریان زیر سیم به این سمت بیرون میاد به این سمت میشه پس اینم درسته از گزینه دو جهت اقربه درست نشون داده نشده با هم ادامه سوالا رو میبینیم و گزینه درستمون هم اینجا چک میکنیم خب گزینه دومون جواب درست ما بود و ادامه سوالا بچه های عزیز سال بعدی گفته جهت بردار میدان مغناطیسی برایند حاصل از چهار سیم موازی این چهار تا سیم موازی عمود بر صفحه دوتاشون تاشون جریانش اومده بیرون دو تا جریانشون رفته داخل که به طور عمود بر صفحه قرار در مرکز مربع درست نشان داده شده میگیم کدوم جهت بردار برایند درست نشون میده شکل و انتقال دادن پای تخته با هم نگاه میکنیم خب همونطور که میبینید این الان جریانش اومده بیرون بچه پس انگوش شستم رو میذارم جریان که بیرون اومده چار انگوش رو تو اون نقطه قرار میدم میبینید دست منو بچه این جریان چار انگوش 90 درجه خم کنید پس بیا این میشه به این سمت اینو بگیرم به یک میرم سراغ یک جریان رفته تو انگشت شست جریان چار انگوش رو میارم تو این نقطه اجازه بدید من به چرخم نگاه کنید این شکل میشه جریان تو چهار انگوش تو اون نقطه 90 درجه خم میکنم ببینید پس این بیش میشه به این سمت اینم بگیرم بی دو حالا میرم سراغ این یک جریان تو چهار انگوش تو این نقطه نگاه کنید دست منو رو بچه ها جریان تو 90 درجه خم کنید پس اینم میشه به این سمت به و این یکی جریان بیرون انگشت شست جریان بیرون نشون میده و چهار انگشت 90 درجه خم کنم بی چهارم این ور نشون میده این دوتا با هم جمع میشن این دوتا پس در نهایت برایند میشه به این سمت یعنی رو به بالا بریم گزینه ها رو با هم چک کنیم بله گزینه دو جهت میدان برایند رو رو به بالا درست نشون بده بریم سراغ سال بعدی این دفعه دو تا حلقه داده دو تا حلقه عمود بر هم جریاناشون رو مشخص کرده گفته جهت بردار برایند میدان در مرکز مشترک این دو حلقه به کدام سمته باز دوباره این شکل رو انتقال دادیم روی تخته با همدیگه نگاه میکنیم همونطور که میبینی یکی از این حلقه ها به این شکله یکی از این حلقه ها افقیه خب انگوش شست و جریان قرار بدید چهار انگوش رو خم کنید داخل جریان داخل پس این میشه به یک ما برای یکی انگوش 60 جریان چهار انگوش رو خم میکنید داخل حلقه میبینید میشه میدان رو به بالا به دو پس برایند میشه به این سمت این بیه برای هم میشه گذینه ها رو با هم چک کنیم همطور که میبینید گزینه یک جواب صحیح ماست سوال بعدی سوال خیلی خوبیه جریان رو گفته جریان سیمراستی که عمود بر صفحه است یکیش برونسوه یکیش درونسوه یکی برونسوه یکی درونسوه قرار دارد و خطوط میدان اطراف آن نشان داده شده کدام شکل با توجه به جهت های نشان داده شده صحیحه ببینید بچه ها این جریانش اجازه بدید من رو همین صفحه نشون بدم این جریانش بیرونه میبینید انگوش شهست جریان چار انگوش رو خم میکنیم درستیم جهت ها رو درست نشون میده ولی یه ایرادی داره فاصله این خطوط با دور شدن از سیم هی بزرگ میشه ولی این فاصله ها رو عمر یه اندازه کشیده. چون هرچی از سیم دور میشیم هی میدان ضعیفتر میشه فاصله خطوط هم باید بیشتر بشه ببین اینجا رعایت شده فاصله خطوط هی داره زیاد میشه اینجا رعایت شده اینجا رعایت شده ولی اینجا رعایت نشده پس ای به اینی که جهت درستش نشون میده ولی فاصله خطوط که هی نشون میده میدان داره ضعیف میشه بزرگتر میشه رو نشون نداده ببین سراغ یکی این جریان تو داره انگوش شست جریان 4 و دور سیم خم کنیم ببین یه جهت رو اینوری داده یه جهت اینوری داده یه جهت رو برعکس داده پس علت غلط بودنش اینه که جهت ها با هم متفاوته ولی فاصله خطوط رعایت شده این یکی جریان چهار رو خم میکنیم این جهت رو این هم برعکس نشون داده پس این هم غلطه میریم سراغ این یکی جریان چهار به این سم میدان درست نشون میده فاصله ها هم درست سال قشنگی بود و گزینه چهار انتخاب میشه میریم سراغ سال بعدی میگه از سیم یک جریانو جریان, جریان آی عبور می و میدان اطراف آن به بار کیو و سیم دو که حامل جریان آی پریمه نیرو در جهت نشان داده شده وارد میکنه نیرو اینو نشون داده نیرو اینم نشون داده جهت جریان های آی و آی پریم از راست به چپ کدام است همه در یک صفحه واقعا خب شکل رو برای اینکه واضح تر باشه روی تخته نشون دادم نگاه کنید عزیزم همونطور که میبینید جهت نیروی وارد بر بار نشون داده به بار مثبت کی وارد کرده نیرو نیروی این سیم که جهتش معلوم نیست جهت نیروی وارد بر این سیم دو هم وارد کرده که این افریم بوده این هم سیم دوه این سیم یک خب بچه از روی جهت F و V بیایم جهت B و پیدا کنیم دست منو ببینید این V این F اینم B پس بی میشه برونس این بی کی به وجود آورده؟ سین به وجود آورده این سین حالا جهتش یا این وره یا این وره ولی میدان بالای سین بیرونه میبینید چارنگوش رو خم کنید بیرونه پس معلوم جریان به این سمت این جریان میشه به سمت راست آی خب پس این اینو دفع کرده بیش بیرون میشه تا به قاعده دست راست جریانش به این سمت چون دو تا سیم هم دیگر رو حالا اینجوری نشون داده که این سیم سیمو دفع کرده میتونیم مشخص بکنیم که الان با توجه به این ببینید بچه ها این جریان میدان روی این به این سمت میشه جریان میدان روی این به این سمت میشه این میدان این سیم ب یک خب B معلومه اف هم معلومه جریان مشخص میشه کدوم سمته یا جریان این وره یا جریان این وره. نگاه کنین الان درست گرفتیم بچه ها این F میبینید اینم B پس A آی این ور میشه چون میتونستیم اینطور هم بگیم چون خلاف هم هستن هم دیگر رو دفع میکنن پس یک سمت راست دو سمت چپ مشخص میشه بریم اینجا با هم چک کنیم گفته آی آی پیریم از راست به چپ آی شد سمت راست آی دو شد به سمت چپ بله گزینه یک میشه اینم یه سوال خیلی خوب بریم سراغ سال بعدی به این سال توجه کنید میگه در شکل آهنربای میله یک از نیروسنج آویزان است و آهنربای میله ی دو روی ترازوی یک کفهی قرار دارد با وصل کلید عدد نیروسنج و عدد ترازو به ترتیب از راست به چپ چه تغییری میکنند هر دو زیاد هر دو کم زیاد میشود کم میشود کم میشود زیاد میشود شکل و انتقال دادم روی تخته با هم دیگه نگاه خب همونطور که میبینید با وصل کلید جریان از اینجا میاد بر. خب این حلقه مشخص شده که الان جریان به این سمت اون پشت حلقه است یعنی حلقه به این شکل بچه جریان این طرف داره به این سمت میاد پس اگر من حلقه رو به این شکل در نظر بگیرم این انگشت شستم و جریان بذارم چار انگشت رو داخل حلقه خم کنم این قسمت بیرون حلقه است این پشت حلقه است این جریان این میدان رو رسم بکنم یه همچین میدانی به وجود میاد بی یعنی معلومه اینجا قطب N میشه بالاش میشه قطب S قطب S خب این N رو دفع میکنه پس عدد ترازو زیاد میشه این زیاد میشه چون آهنروار رو حل میده به سمت پایین از زیاد میشه این طرف چی آهن رو میکشه به طرف خودش پس عدد نیرو هم وقتی این کشیده میشه زیاد میشه بنابراین پس یه بار دیگه انگشت 60 جریان قرار میدیم با توجه به جریان جریان به این سمت میشه خم میکنیم جهت میدان هر طرف که خم کردیم قطب اینو نشون میده این اینو رو دفع میکنه به سمت پایین پس عدد ترازو زیاد میشه این بالا هم رو جذب میکنه پس آهن رو بارو میکشه طرف خودش و عدد نیروسنج بیشتر عدد ترازوان بیشتر پس هر دو بیشتر گزینه ها رو با هم چک کنیم هدف این سوال این بوده که شما میدان رو در داخل پیچه معلوم کنید با توجه به این میدان مشخص کنید چه اثری به آهنرباهای بالا و پایین وارد میکنه سال بعدی گفته در شکل مقابل تعداد حلقه های لوله دو این لوله دوه دو برابر تعداد حلقه های لوله یک و طول و قطر هر دو سیملوله یکی این طولاشون برابره فقط تعداد حلقه های دو دو برابر تعداد حلقه های یکه اگه فرض کنیم میدان مغناطیسی دو سیمدوله بر هم اثر نگذارن میدان در حالی سیمدوله یک چند برابر میدان در سیمدوله دو است؟ سوال خوبیه مربوط به مدارا میشه مربوط به مغناطیس میشه که هر دو رشته تجربی ریاضی میتونن این سوال رو حل کنن نگاه کنیم همونطور که میبینید عزیزانم جریان از اینجا میاد چون ما تا جریان رو نداشته باشیم میدان رو این شاخه یه مقاومت داره 6 او این شاخه هم یه مقاومت داره 12 او سیم دوله ها بدون مقاومت چون صحبتی به مقاومتشون نکرد پس اینجا ما یه مقاومت 6 داریم اینجا هم یه مقاومت 12 داریم سیم دوله هم بدون مقاومت هست اینه آر ندارن آرشون صفره خب این دوتا با هم میشن موازی چون این دو سره نگاه کنید به دو سر این وصله پس آره معادل این دوتا آره یک و دو بگیرم میشه ضربشون به جمعشون چون با هم موازی هم هفته دو, دو به هیجده میشه چهارو. چهار با اون چهار سری میشه این دوتا که یه دونه در اومدن با این سری میشن پس آر معادلمون میشه 8 او جریان رو میتونم پیدا کنم ای به آر تی به آر یعنی میشه 15 خب بچه این که آره معادلمون 8 شد اونم دو پس در میاد 10 میشه یک و نیم آمپر جریانمون نیم آمپر یعنی از اینجا جریان نیم آمپر میاد خب بین این 6 و دوازده چجوری تقسیم میشه؟ ما گفتیم تو موازی مقاومت با جریان نسبت معکوس داره یعنی یه سهم اگه این ور داره دو سهم این ور داره چون مقاومتش نصف اینه جریانش دو برابره بنابراین باید من اون جریان کل که در اومد یک کنیم آمپر اینو تقسیم برای چند بکنم؟ سه سهم بکنم چرا؟ یه سهم به این دو سهم به این پس این میشه چقدر بچه ها؟ میشه نیم آمپر یه سهمو بدم به این نیم آمپر از این میگذره و یک آمپر هم از این میگذره تو جریان از اینجا میاد یک آمپر نیم آمپر خب جریان ها رو داریم حالا میمونه سراغ میدان ها میدان سیمدوله یک چند برابر میدان سیمدوله دوه به یک به به دو رو میخواد خب میدان سیمدوله ها چی بود فرمولش بچه ها؟ بله مو صفر n یک آی یک به ال یک موسه ان دو آی دو به ال دو خودش گفت تو طول و قطراشون یکیه پس طول ها رو میزنیم بچه اینا رو میزنیم موسفره هم که میرن میمونه چی بچه ها به یک به به دو میشه ان یک آی یک ان دو آی دو خب جایگزین میکنیم این یکمون اون چقدر بود گفته بود طول سیمدوله دو دو برابره پس این دو برابره این میشه دو تا این یک این این یک جریانان هم بگید آی یکمون کدوم بود مال اینه یه آمپر شد بله آی دومون که اینه مربوط به سیمدوله دو نیم آمپر شد اینم نیم آمپر اینه آمپر هم. خب این یک ها ساده میشه پس نتیجه یک در میاد دو تا نیم یک میشه این نسبت برابر با یک سال خیلی خوبیه بچه هم مربوط مدارها میشه هم مربوط مغناطیس که سال بسیار خوبیه تقدیم شما عزیزانم بریم گزینه ها رو با هم چک کنیم همونطور که میبینید گزینه یک برای هر دو صحیح درآمده